سلام و شام شما بخیر. خوش آمدین به یک از دیگر برنامه شام یک. من فرهاد رامکیستم و شما تلویزیون یک میبینین. امشب مهمان های بسیار عزیز و خوب را در کنار خود داریم. مهمان ها گفتم، ما برای اولین بار دو مهمان متفاوت داریم، یک ورزشکار و دیگر هم معاون سخنگوی ریاست برشنار هم را خود داریم، بانو سمیرا خیرخواه و همچنان عبدالکریم بدخشی، کسی که در اواخر افتخار آورد، کسی که در اواخر تانست در سازمان بریف مسابقه کنه و حریف خود را در راوند اول بالاخره شکست بده. حریفی که بسیار پرقدرت بود، ما زمانی که تصاویر عبدالکریم بدخشی را با حریفش میدیدم واقعا احساس میکردم که حریفش قوی است و تا آخرین لحظه ایم که برد باورم نمیشد، اما بالاخره گفتم افغان است، باید هم ببرم. خیلی خوش آمدید میگم شما را. سلام، شام شما بخیر باشه. سلام به شما و تمام بیننده‌های خوب شما، اوقاتتان مقدور باشه و شامتان بخیر. بخیر باشه. همراه بی‌برقی ها چطور هستی؟ طبق معمول میگذره و ما کوشش داریم همین توازن هم مراعات بکنیم در سایر ولایات و همچنان در مرکز. حالا که همیشه خطر ای هستیم که پایه های چند ولتاژ بلند پای برق ما را زدن که انشالله از این جلوگیری شوه و با همکار با نیروهای امنیتی بتونیم حفاظت از تاسیسات عامش صورت بگیره. بالکل موافق هستم. امرایتان قهرمان عزیز خیلی خوش آمدی، بدخشی عزیز تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی. شام شما بخیر. سلامت باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان شما و تمام عزیزان امین اکرم را تنبین نست. بخیر باشه. من یک احساس میکنم که امیل عزیز در برنامه سیاسی استم و روی موضوعات بسیار جدی امنیتی صحبت میکنیم. همطور است؟ ممکن احساس شما درست بوده باشه. بسیار برد تبریک میگم بدخشی عزیز، واقعا افتخار میکنم بالای شما، واقعا بیرق سرنگ افغانستان به اهتزاز در آوردین و ورزشکاران نماد از همدلی و همبستگی استن. تشکر از اینکه واقعا خوب مسابقه کردید. تشکر. سلامت باشی. واقعا او انتظاری که مردم داشت، من میخواستم همون رقم نمایش بدم که خوشبختانه این برد شیرین نصیب ملت خود کردیم. روسی شما خبر دارید یگان القاب و یگان لقب ها را القاب بله در صفات اجتماعی به شما دادن؟ خبر دارید؟ میخوانیم؟ بله. در بگذارید که من حضور پر افتخار همکارمان را در این برنامه خوش آمدید بگویم، چون متوجه شدم ما کم از دقت نکردم از شعره. چون شما سوال اول بسیار تخنیکی پرسیدین، پس برایشان بازم تبریک عرض میکنم و بر بگردیم و سوال شما که ما بله هم طبیعی است که وقتی در بخش مطبوعات که ریاست کار بکنی و ضمن از اینکه مسئولیت داری بعض برنامه های دفترت مدیریت بکنی، هم از بعد رسانه‌ای میبینی به صفحه خودت هم به تصویر و پکچر صفحه خودت هم میبینی و محتویات را که خودت میگذاری و دیگرا برشان نظر میگذارن، حتما یک دفعه ملاحظه میداشته باشه و این ملاحظه را دقیقا خودم هم داشتم، هم یکم برام از بود ای که حسن نظرشان بوده بزرگواری کردن، هم از بود از ای که بعضی از افرادی را بردن به بسای دیگری که اصلا غیر موثق بود متاثر هم شدن. کرده بودن؟ میشه از زبان خودتان بشتهیم در صفات اجتماعی که شما سرخورده این در مورد شما چی نوشته کرده؟ خب نمیرم بالای جزیاتش. جزئیات هم حداقل دوستای ما بخبر شان، بعد دوستای خبر خودتان هم خوانده باشین و حتی خب مثلا مک خواندم گفتن که شما در ریاست برشنا کارتان نمی است، چای می نوشید. آها چای گفته بودن. لباس های بسیار مفشن می پوشید و در این حال یک امیر بسیار بر من جالب بود، چند بوشکن نمی فهمم چی بود قوه و من در آن کیچ نمی نوشم. با یک لکو هفتان چند هزار رفتانی مانه خودت ماش داری؟ بله این مورد هم گفته بودن که غیر موثق است. من در اوایل کارم با گروپ از جوانان که از مجتمع جامعه مدنی آغاز شد، بعدش هم در بخش مدیریت یک خبرگزاری بود و بعدش هم مسئولیت خبرگزاری زون شمال را به عهده داشتم با یادش بخیر
که هستن فعلا هم بانو مایرا ساقب، من در حدود ماشم هم خوب بوده، بد نبوده. یعنی از ابتدای که شروع کردم ماش خوب داشتم و تو بدم نبوده که یعنی واقعا ازش پشیمان بوده باشم. ولی ریاست برشنارم که آمدیم مطابق به پالیسی قانون کارشان که در این بخش استخدام شدیم، ماشه که بقیه کارمندا میگیرن، من هم به مو امتیاز است قائل شدن بر من، در حال که از من نمیگم کم است، منتها به او حدم نیست که دوستای ما تبصره کردن. ولی ها اگر بانویی که توانمند است، بانویی که استعداد داره، ظرفیت داره و همیشه استقبال از توانمندی دیگران میکنن که در یک رده خوب قرار بگیره، من به یه خوشبین هستم که با چنین ظرافت از این بلندتر ماشا امتیازات را بگیره و افتخار آفرین باشه بر بقیه جوانای ما و بقیه کسایی که از بیکاری نمیدانم چی و چراها اینا را سوژه میسازن. خب میپردازیم. حتما یک زمان میگفتن که سن خانما را نپرسید و ماش از آقایانه. خود پرداختیم که چی مقدار شما ماش میگیرید فعلا و چی مقدار شما مبالغه کردن. حتما بعدن... اصول برنامه تان ما جوابگو خواهد بودیم. قربان شما. بیا که از بدخشی عزیز بپرسم، از آخرین مسابقه به ما کم قصه کن. چهره تازه بودی به مردم افغانستان، چند مسابقه قبل هم خود داشتی اما کمتر آشنا بودی به دیدها و تلویزیون. یک زمان مسابقه خودت نشر کرد، این را با عظیم بدخشی هم صحبت کردم، با ولی اوتک هم صحبت کردم، با باز محمد مبارز هم صحبت کردیم. همیشه مسابقات را تلویزیون یک نشر میکنه، حتما برد از آن ما می باشد. این مسابقه اخیر خودت، مسابقه واید نژن، مسابقه سمی فیضی، چقدر چی ساز داشتی امول از طرف قفس که می رفتی؟ ما جا دارد تشکر کنم از تلویزیون جهانی. یک واقعیت در امی اواخر زیاد ورزشکارا روش داده، ورزشکارای واقعی را که البته روش داده. زمانی که من داخل رنگ می رفتم احساس می کردم که فعلا دیگه مردم مرا بیننده هستند و باید یک شوی یک نمایشی انشاءالله که را بر صورت باشه، باید این مسابقه را ببرم که خوشبختانه را بردم. مسابقه ما زیاد کردیم، یکی دلیلی که روی سنه من نبودم، من تامین داشتم، از اول تامین داشتم و بالاخره منتظر زمانم بودم که تایم ما بیا و الحمدلله تایم است دیگه. انشاءالله که از این قدر بیشتر افتخار میاریم. از احساس همون لحظه که به طرف قفس میرفتی و عریفته وزن کشی عریفته مطمئنا دیدی، فیس تو فیس هم امراش کردی، نترسیدی؟ من واقعا ترسیده بودم. خب شاید حق من باشه که میترسیده. والا من وزن کشی کردم، بعد از او یک سه تا فایترهای تاجیک بود، یک منیجرشان بود، یک فایتر بود، یک کوچش. باز من که وزن کشی امروز روبرو شدم، باز اتاق رفتیم، باز مرا گفت، بیا گفتم این مسابقه را نکو. من گفتم چرا؟ میگه عریف تو میفهمی کی هست؟ میگه یک داغستانی است، میگه در تیم خبیب تمرین میکنه، بیا زیر تو میبازی، بیا نکو. میگه به تو بیز فایده نداره این مسابقه. من گفتم نه، ما با مسابقه آمدیم، تمام مردم منتظرم است، اعلانات اینجا نشر شده، من باید مسابقه بکنم، من آمادگی خوب دارم و انشاءالله که روی من بالاست، من میزنم. یک جوست باید بنوشیم، رئال برنامه است و پولش هم باید شما پرداخت کنیم. بخاطر پیمنت خواهد کردیم. پیمنت میکنم؟ فعلا ما میمان هستیم دیگه، شما میزبان. خب بخاطر ماش بسیار بلند را خودت میگیری از برشنا و خاطر باید هم پرداخت. البته یک مقدار شما هم اضافه کردیم. خب بیاین جوست چی مینوشی؟ نارنج خوب است. نارنج شما لیموننا باشه بهتر است. لیموننا؟ آها بر ما یک لیموننا اگر بیارین بسیار خوب میشه. شما دو تا آرنج بگیرین بهتر نیست؟ چون ما یکی هستم تناسیم. خب مسئله چیست که میگن یک کم آدم ریفرش تازه میسازه، به اون خاطر خوب است که دو جوس لیموننا یک جوس آرنج. درست است یوسف جان، تشکر. خب برمیگردیم به بانو خیرخواه. بانو خیرخواه یک زمان یادم میاد خورد بچه بودم، شما خود کاندید کرده بودین به پارلمان 13 چند؟ بگو شما. 13 86. درست است؟ ادامه بدید. خب بعد نمیفهم چرا از لست خود حذف کردید و گفتین که حرفا و گپای خودتان داشتین.
یا فهمیدین که در یک بازار بسیار گرم او زمان شما نمیتونین که به دروازه های پارلمان نزدیک شوین و یا هم دلایل خودتان داشتین. ما میخواییم که واضح هم دلایل با ما شریک بسازین. تاوری که شما ملاحظه کردین، بله بعض موردش صدق میکرد. بعد از اینکه من سال 1396 از دانشگاه فارغ شدم، بعد از او بعض از برنامه ها را با وکلای شورای ولایتی همکار بودم که ما عضویت ائتلاف دسترسی زنان به عدالت داشتم، در البته عضو رهبری ائتلاف بودم هم در مزار شریف که فعلا کابل هم همکاری دارم هم باشن. روی موارد کدای جزایی، قانون، موادای قانون زیاد کار می کردیم و این باعث شده بود بعضی همو ظرفیت ها را که از نزدیک دیده بودم و تحقیقات که در مورد البته ریسرچ که در مورد او کدا انجام می‌یافت می‌دیدم و این را من به خودم حق دادم که بیایم یک تجربه کاندیداتوری را در این حرصه داشته باشم از حوزه انتخابات برق و بعضی هایشان هم دوستا و همکارای ما این راهنمایی را برای من داشتن که در ولسوالی کاندیدا باشم و بعدشان هم شورای ولایتی. من هر دو را چون احساس میکردم تجربه شدارم و در این بخشا به طور رضاکار در فعالیت‌های علمی و همچنان در فعالیت‌های رضاکاری همراهشان همکار بودیم بیا کاندیداتوری در بخش ولسی جرگره تجربه بکنم و من یک پیکار انتخاباتی هم یک تیم رضاکار بود، البته محصلین بودن و بعضیشان هم اساتید بودن، اساتید دانشگاه خصوصی البته در بلخ مزار شریف و مطبع هم داشتن همزمان و من از چند بخش تماس آمد که باید من انصراف بدم به حق از وات بیانه به طرف از وات هرشوام و یک مقدار هم باید بپذیرم یا این که حذف میشم و این من با سهم کمیسیون سهم شکایت هم صحبت داشتم. خب گفتم حالا که یک سال دو سال سن من خورده است اینقدر موردم گفتم اتیاد نکردم که مثلا قانون شکنی زیاد شده در افغانستان. من گفتم اگه در دبت دعوت میکنید میز گرد هرچی من کردم کل کاندیدا در یون هم بیازم یک دبت دایر شده بود. گفتم من امراشان مناظره میکنم آماده هستم و چندین مناظره هم انجام یافتم. گفتم اگه در این عرصه شما دیگران رقبت جانب میدانین که من پول بگیرم پس لطفا با این عرصه با من همکار باشیم و کمیسیون سم شکایت بلخ هم طبعا استعداد مدیده بودن قانع شدن و چند کاندیدای دیگر هم دیده بودم که تخطی در سنشان وجود داشت ولی من تذکیری من دست قلم نزده بودم و اینطور پیش رفتم. اما غافل از این که اونمو تعدادی که حزابی که با من تماس گرفته بودن و نه و بر من فامانده بودن که عزم میشی من طرفشان نرفتم و اون شبی که فرداش مراکز رایدی باز میشد البته صبحش که ما رفته بودیم طرف همون ویزیت کارتا را که خودم از یه خاطر جالبم دارم توضیح میکردم با یکی از همکار ما از دختر خانم ها بودن یادشان بخیر و این خبر شنیدم و چیزی که مویز کرد من امو از شویختن همکار ما بود زیاد گریه میکرده این اصنا و من خوشحال بودم و بیشتر احساس قدرت میکردم. خب من گفتم خیلی گفتی مام گریه میکردم نه من احساس یعنی یک قسم احساس قدرت میکردم این من قوی تر ساخته بود ولی با این اشویختن خانم مایوس شده بودم و سن من را گفتن که خورد است ولی خوب از کدام تخطی دیگرم نبود تا بالاخره این که من حذفم شدم با مو مراکزی که گفته بودن این دختر سنش خورد است باطل است رای برش رای نتین بازم 700 رای تفتیش شده گرفتم. برخلاف از این بدخشی خودت بسیار آرام هستی عاجز هستی چرا نیستم خود صحبتای پشت صحنه نه پشت صحنه بر ما میگن که من از این بدخشی نیستم متوجه باش مقصد ما باز اگر یک سوال میکنی پس ما دو جواب برات میدم ماشاءالله پس از شما از این بدخشی رو در برنامه صبحانه داشتیم دوستا شما هم دیدید در صفحات اجتماعی هم ویدیوهای نشر شد حال خوب است که کریم بدخشی رو در کنار ما داریم تا شما با خبر شوین تا شما بدانین که من تمام ورزشکارهای ما را دوست دارم بخصوص بدخشی های عزیزه کریم و عظیم بسیار زیاد دوست دارم تو اینجا تبیز میکنی بدخشی های عزیز خب کریم و عظیم دو ورزشکار است دو برادر است که
افتخار میآفرینن باید هم دوستشان داشت. طبعا بس در ویز نیست قبول تحسین است. بسیار عالی. بخیر، چند مسابقه دیگه در این سازمان بلیف خواد داشتی؟ سازمان قانونش طوری بود که یک فرصت بود، 3 الی 5 قرارداد دیگه تو میتونست که بعد از مسابقه که ببری برات بتم. خوشبختانه که فایت ما را خوش کردن و جای خوشحالی است که امی فایت که ما کردیم بهترین فایت شب شناخته شد و فعلا 5 قرارداد دیگه برای ما روان کردن که تا امضا بکنم. خدای نخواسته اگر این مسابقه را میباختی دیگه راه پیدا نمیتونستی به سازمان بریف؟ شاید سخت میبود، اگر راه پیدا میکنم سخت میبود. میایم سر برشنا. برقا چرا نیست؟ در روزهای بسیار گرم و تابستانی شبها بسیار به نارامی ما میتونیم استراحت کنیم، صبحها زمان که بیدار میشیم بسیار نارام میباشیم چرا که هوا بسیار گرم است. معلوم است. بله مطمئن هستی؟ نه درست میبینیم شما خودتانم. تا چی وقت مردم افغانستان با این مشکل دست و پنجه نرم کنن؟ خانم خیرخواه، بارها کوشش کردیم، تلاش کردیم، البته رهبری جدید در افغانستان برشنا شرکت ضمن از اینکه اصلاحات اداری در شرکت که نیمه دولتی است آمده در بخشای توزیع خود انرژی برق که معمولا از طریق اداره تنظیم خدمات انرژی که مسئولیت دارد برق را هم با ما همکار باشد در عرصه توزیع و خود ما هم کوشا باشیم که عمیق در این قسمت توجه بیشتر داشته باشیم و رهبری در افغانستان برشنا شرکت هم شبانه روزی تلاش دارن تا ای که از پایه های برق هم محافظت صورت بگیره و در ممکن در این شبانه روزهای آینده برق بهتر شود و تلاش ما بیشتر به این بود که برق 24 ساعت بسازیم. بسیار کار نکنیم، بسیار کار نکنیم. شهروندای افغانستان بیاید یک دعا میکنیم انشالله که خداوند یک روز را بیاره که برق ما 24 ساعت شود. ما تا در رهبری ارشد ریاست قرار بگیرم حتما. خوب خیر رئیس عاجل منفق کنید شما دختر والله کرسی شما و قرار نیست که دیگه بیاین یک روز رئیس عمومی یا شوخی گفتم منتها من یک همکار عادی شان هستم، افتخار دارم و کوشش میکنم هر مشکلی که راجع میشه به برشنا به مراکزی که فعال است با مردم همکار باشن و همچنان خودم هم چی از طریق رسانه چی هم از خود مرکزیت دفتر. بسیار خوب، چطور است یگان واسطه دوست و خیش و قوم میشد یگان نیاز داشته باشن به در شرکت برشنا کار خلاف قانون یا غیر قانونی باشه که بخواین شما انجام بدید و برشان کمک کنین؟ مثلا خوشبختانه بگم تجربه چونی کار هم نداشتیم و تا بال در اداره که کار کردیم چیزی که بسیار با ما مطرح بوده شفافیت بوده که همیشه ما ایره اصول خود قرار دادیم چون بعضی از مسائل پیش میشه به طبقه اوناست که او باعث میشه که از موقفشان دست بکشه یا هم خب به هر صورت موضوعات دیگره است ولی ما کوشش کردیم که اگر در یک موقف کوچک هم قرار میگیرم اونمو شفافیت اونمو شرافت در جای خود باشه. یک مورد دیگه موردش یادم نمیاد باید چی میگفتم. یک مورد بود فقط بحث واسطه باشه. یک بخش دیگری که برنامه لایق است که چند تا صدیر که بار رهنمایی از رئیس جمهور کشور که برای برشنا مسئولیت گذاشته بود ما از طریق برنامه لایق چند صد میترخان هم استخدام کردیم که لسانس بودن و چون بعض از میترخان های ما در ساعات برای مشترکین مشکل خلق کرده بودن بلایشان بسیار بالا میگرفتن مثلا چند کیلووالت که مصرف میکردن برق را بیشتر میساختن از خاطر ما یک اصلاحات آوردیم و در بخش های دیگر هم اعلان دادیم که در برنامه لایق راجستر بکنن و در بخش‌های دیگر امتحان بتن و استخدام شوند. یک برنامه خوب است برای عموم جوانان ولی در عرصه واسطه هم که واسطه معقول باشه، واسطه جایز باشه، واسطه‌ای که باشه مستعد باشه ما همکار هستیم. اول به خود ما واسطه شیم بعد به دیگر. واسطه معقول دیگه چرا؟ معقول که باشه خودش میره هیچ واسطه نیاز نیست یکان کار خلاف مثلا یک لاین برق پتو پنهان بیاری به خانه یک خشقه اطورا میشه یا نه؟
فکر کنم خبر خودم یک لاین نگیرم. به هر صورت بیاین دوستان یک آهنگ از فرید ولی و نرمند بسیار خوب ما و شما ببینیم بشنویم. در ادامه صحبت های خود همراه عبدالکریم بدخشی خواهد داشتیم. سحری به یاد رویت عوض نماز کردم، سحری به یاد رویت عوض نماز کردم، با حضور دل تپیدن، با حضور دل تپیدن، با خدا نیاز کردم، سحری به یاد رویت عوض نماز کردم. خوش آمده این آهنگ از فرید ولی رو با هم شنیدیم و دیدیم. یک تشکری خاص از رستوران و هتل گلدن استار دارم به خاطر فراهم کردن مکان ضبط برنامه شامیک، و شما شامیک میتونین که از طریق یوتیوب چینل تلویزیونی یکم تماشا کنین. شامیک بنویسین، برنامه متعدد میایه و هر برنامه که دوست دارین ببینید.
میام یک کم زندگی شخصیت اگر ورود کنیم اجازه است؟ مهربانی. خانم خیرخواه گفت متوجه باشین. اول برنامه ما را بسیار متوجه ساخته. بسیار ما این می لحظه دوستا قسم سوال میکنم از خانم خیرخواه. فکر کنید قالبی قالبی. در بدخشان تولد شدیم. در کشم. و فعلا مصروف تامیناتم هستم. فقط تمام فوکسم تامیناتم هست بخیر که من پنج مسابقه که دارم در پیش روی بتانم که بخیر سر کمربند سازمان را پیدا بکنم و مرحله بر مرحله حریف قوی تر میم و باید زحمت زیاد بکشم. فعلا دیگه تمام ذهنیتم سر تمرینم هست. بسیار عالی. اگر قرار باشه که سازمان بریف تصمیم بگیره که خودت همراه عبدالعظیم بدخشی فایت کنی وام در سازمان بریف و در یک قفس باید هم انجام بدی، بر خودت بسیار سرنوشت ساز باشه، عبدالعظیم بدخشی هم سرنوشت ساز باشه، بالاخره اگر او فایت هر کدامتان ببرین یک مقام بلندتر و بالاتر از آن شما شاد میکنی؟ از او سرنوشت، از او تمام سرنوشت هم که بخی زمان هست شد از اون فاید منصرف میشون، یعنی ایج امکان نداره. ورزش هست؟ گفتن که در یکی از کشورها برادر با برادر فاید کرده. نه من نشنیدم. قهرمان های دنیا فاید کرده. من نشنیدم، ایج امکان نداره. در یو اف سی شما اگه مسابقه خیب دنبال کرده باشید تا اول امروی بدر مسلمانش مبارزه نکرده. من باز بیادم امروی بدر خونی خود مبارزه کنم. امکان نداره منصرف کمربند ده کمرش بسن میکنم برو لالا جان تو قرمان هستی. این رقم برا داری وحدت میگه. کاش که کل ورزش کاره تو باشه، کل ورزش کاره که دیگه خدا برادر خطاب کنن و با یک دیگر فایده کنن. ایج نجنگن 24 ساعت نجنگ برن در دنیا بجنگن به خاطر بالاخره نشان میده که افغانستان هم یکی از کشورهای بسیار پرقدرت از خدمت ورزش. مگر هیچ خوشم نمیاد که بدخشی امرای اوتک، اوتک امرای بازمامد، بازمامد امرای نژن، نژن امرای سمه، این رقم امرای یکی دیگه همیشه وقت تقابل کردن. واقعا من میبینم، من رنگ میبرم بخاطر از اینکه برو تو فایترهای دنیا را بیبی به کجا رسیدن. یک تیم بسیار قوی دارن، این تیم فعلا خبیب از داغستان است. داغستانی ها را برو تمرینش بیبی باور بکن ایران میمونه که چی رقم تمرین میکنه چی رقم. یکی از فایترها در این دور بود که الدر میگنش و یک شاگرد پدر خیب بود قهرمان است. او های تمانگی میکنن می اودار را شعورم میکنن می اوداری میکنن کوچینگ میکنن. آیا همین ورزشکارهای ما شما در مسابقه که دیگه خود اشتراک نمیکنه این تو امکان داره که به اودار یک دیگه خود بکنه؟ هیچ امکان نداره. ما باید در فکر ازی باشیم که بخیر از یک سازمان معتبر، از یک سازمانی که نام نشان داشته باشه در دنیا یک کمربند قهرمانی به نام افغانستان بخیر بیاریم. بازونو وقت افغانستان و مردم واقعا میشناسه که این یک قهرمان در این وزن در جهان هست. عرصی کردیم؟ نه های موجه بعد هستم. خب چرا تال مجرد مانده؟ زیرا این که میخوایم برنامه ماستری خدا پیش ببرم. خب برنامه ماستری هم فکر کنید خلاص شد؟ بعدش تصمیم خانواده هر چی بود قبول است. چی قبول میشه کابل آمدین پیش از بلخ و مزار شریف زندگی میکنید؟ بله آن ما در مدت کاندیداتوری ریاست جمهوری کابل بودم و همکار بودم به بخش مطبوعاتی کار میکردم. از او به بعد دیگه کابل هستم. در کدام تیم کار میکردی؟ تیمش باشه محرم. چون هر کس از خود ریاست جمهوری اعلام کرد نه؟ خواه در اون تیمی که برنده شدن ما هم سخنگو بودیم. بسیار عالی. چه خیلی مردم دعایتان میکنند این شب روز؟ خب ما به هر جا بسم که میکردم همیشه از برنامه صحبت میکردم که او عملی شده بود. حالا این اگر خود ریاست جمهوری ما اکنون هم میبودیم با مو موقف که قبلا بودیم، یعنی مقطعی بود، حتما میتونستیم بیشتر با مردم هم کار باشیم، بیشتر در بخش پالیسی های حکومت سهیم باشیم و برنامه های حکومت خوب بسازیم. حالا که نیستیم
سن ما تقاضا نکرده. مثل بقیه مردم ما هم دیگه شکایت داریم. 5 سال بعد شما را 3 سال بعد 3 سال عمر پارلمان مانده. بله آن از دور 18 دو سال چکم. در دور 18 شما را ببینیم. بخیر 100% ببینیم. اگر سکرتر کار داشتید ما میشد بادیگار چه؟ شما جوانای مساعد هستید. یک دفعه تصمیم میگیره بخیر. سکرتر ما میشه بادیگار. مشکل نداره. شما یک صحبت کردم از اراده ایم چیز نفهمیدین که میشه تصمیم. یک ساعت مکمل صحبت کردن در مورد برنامه های آینده خود دید داخرم. نه اینا نه تمرکز ما نبودیت من انشالله که با وطن ما نیتی خیر داشته باشه با مردم ما نیتی خیر داشته باشه ما از دل جان بادیگاری شما میکنیم اما کسایی که با وطن واقعیت حقوق و انتظاری که مردم دارن خدمت نمیکنن حتی او را نمو رفیقای که دوستان میشناسن بادیگاری میگم نکنه به از یک آدمی خوب بکنی واقعیت ارزش داشته باشه کمی گردن بستگی پیش خداوند و پیش مردم نداشته باشی خیلی ببینی راستی هم میریم آهنگ از فرید ولی میشنویم دوباره برمیگردیم میره تو در زمیرم و سر تو در سرست میره تو در زمیرم و سر تو در سرست نام تو زیبو زینت هر سطر دفتر بس کس در دل و جان خانه کرده است از بس کس در دل و جان خانه کرده است بر هر چی گوش می نهم آواز دل بازم خوش آمدین تشکر از اینکه آهنگ دیدین و شنیدین عالم در کنار ما مهمان بسیار خوب با همچنان هستن
بخیر پلان چی است؟ برنامه چی است؟ چی وقت باز مسابقه خواهد داشت؟ قرار دادم من امضا به زودی امضا میکنم بخیر تا یک ماه آینده تاریخ مسابقه جدید معلوم میشه انشاءالله. تا یک ماه آینده معلوم میشه کدام تاریخ مسابقه دارید؟ بله. آمادگی هم تام دارید؟ آمادگی دارم بله. بیا یک برنامه برات بسازیم در شب قهرمانان رینکس دور چهارم یک فایت کو نظر چیست؟ من مشکل ندارم، مردم بخوای مسابقه میکنم. ورزش افغانستان ضرورت داره که ما مبارزه بکنیم تا ورزش رشد بکنه و هر وقت که خواست سازمان خواست انشاءالله بریف اگر اجازه داد مشکل ندارم مسابقه میکنم. موسیقی میشنوید؟ موسیقی؟ خیلی دیر شده نشنیدیم، فقط از مستند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک قسمتش موزیک بسیار خوب استفاده شده. امور ریکارد کردیم به تلفن همیش انگام صبح که طرف دفتر میرم یا هم نگام شام میشنم. نه علاقه من موسیقی نیستن دیگه در هستم آنگاه آرام سنگین باشه رو میشنم ببرم آره در تخیلات مثلا خب کجا برید؟ در ناکجا آبادا. جای وجود داره به نام ناکجا آباد؟ هست یک بهشتی که انسان در تصورات خودش میسازه. ای صادقانه بر ما بگو، گاهی وقت عاشق شدی؟ عاشق مسلکم، عاشق این که بفهمم به چه رسالت دنیا آمده. هر مهمان پرسان میکنی که عاشق شدی میگه بله عاشق پدر و مادر. من نفهم از شما چی تعریف دارین؟ خود بگذارید تعریف مرا سر جایش. یکم تو احساس میکنه عشق یک الهام است که هر کس عاشق نمیشه. قسم آن نگو که وحی باشه، اونطورم نه، یک الهام است که بعضی از بنده های خوب خداوند که مستقیم از اراده خوب داره، استحکام دارن، عاشق میشن و از بود معنوی بسیار خود رشد میکنه، به حد تکامل میرسن. مورا میگه عشق واقعی، حالا او به یک بنده خداوند باشه و یا هم به یک ارزشه، مورا میگه عشق واقعی که ما گاهی کس گفتید که بسیار زیاد پر حرف است؟ مرا بله، ولی خیلی دیر میشه صحبت نمی کردم، گفت نمی زدم می ترسی دیگه سوژه نشید یک مدت طولانی نه، ولی هم نه زیاد هم حرف نمی زنم یا نه هیچ گاهی وقت دوستا در جمع گفتید که بسیار کم حرف نه من همیشه دوستای امر دوستان که میشنم باز از من مشوره زیاد میگیرن. ماشاءالله از من مشوره زیاد میگیرن، باز همیشه کم حرف نیستم دیگه، باز کسی که مشوره بده زیاد حرف میگیرن. فکایی خاطری جالب است نمی خواب شما ببین ما در مورد خودتان است نه لطفا پس نه باشه چی خواب بچه ها شما دیدین که در مورد خانم خیرخوا سوشل میدیا چی گفتن؟ نایدین؟ بچه های ما نایدن چه خواه انسان های خوبه هسته شما راستین نازدان ریاست برشنا هستین یا رئیس برشنا؟ یک دو حرفی که خیلی دفتازات هست نازدان رئیس جمهور شنیده بودم مثلا خانم اسنا جلیل هم میگفتن باز در برنامه کاکتوس آمد و مفصل در این مورد صحبت کرد که راست هست من نازدان رئیس جمهور هستم میگن مرا خب افتخار شاید از این باشه از طبقه اوناس هستن و از بین قدر هجدار آیه که پیوسته قدرت به دست گرفتن و اهمیت داشتن یک خانم مثل بانو جلیل تانست در او سمت قرار بگیره و ادارش خوب پیش ببره خوب مدیریت بکنه حالا من که یک بخش کوچک برشنا را مسئولیت دارم کار میکنم با همکارای ما حتی فرصت این نیست که من مثلا با مو ریاست دفترم با رئیس عمومی هم بشینیم اگر نشسته باشیم با جمع ششتیم و طرح را کردیم ما راهنمایی شدیم رفتیم پس سر کار ما این به معنای از این است که ما کار خوب پیش میبریم حالا مردم چون این خطاب به ما کرده این تنها شاید از آدرس برشنا نباشه چون من در برشنا خیلی مدتی کم از کار میکنم من کارهایی که قبلا در مطبوعات داشتم در ادارات داشتم او تحسینش بیشتر از اینجا بود و مردم از او آدرس اگر حرف حدیثی می زدن ممکن من از بزرگواریشان می دانستم اما نمی فهم چرا
به مرکز این گپ ها زیاد هست یا نمیخواین از طبقه اوناست که اصلا رشد بکنه با چون این ظرفیت یا کوشش دارن که روی شکنی بکنن. من منظورشون درست درک نکردم. گاهی وقت روحیتون شکسته به خاطر خواندن همچون مسائل و موضوعات؟ البته از برازی که فامیل سرم فشار آوردم متاثر شدم. فشارشان از این ناحیه بوده که چون نشه که یک روز برات خطر ساز شوه این موضوع. از بود هزی که من متوجه ارزشم زیاد هستم. این یکم مرا مایوس ساخته بود و نمیگم که محروم ساخته ایم. مایوس ساخته بود ایم. بعدها دیگه آل چطور هستین؟ خداوند طرف حق میبینه. وضعیت تان آل خوب است؟ من دوباره پس ساده شدم و بعد از این برنامه انشالله که سلامت روانی برگشت. بعد از این برنامه شما میرید به چند ماه قبل بازم من مطمئن استم که زیاد در سوشل میدیا گپ ها و قصه شما درس خواهد کرد و نشر خواهد شد. خاطره جالب بیاد داری؟ هیچ از خود خنده نشدیم. برعکس خانم خیرخواه گفتن که من خنده نمیکنم، بسیار جدی میخوایم در برنامه باشم. نام خدا بسیار خندیدن. شما که گفتید من بسیار میخوایم که بشاش باشم و بسیار بخندم و بسیار با تراوت تازگی صحبت کنیم. متاسفانه کمتر متاسف شدیم. صحبت کردیم دیگه، خندم کردیم، وقت خوب تیز شد. یه خاطره جالب که قصه خاطره جالب در این مسابقه آخرم بود که زمانی که قسم کردیم ما که فیس تو فیس شدیم، امری عریفم که وزن کشیم خلاص شد، آمده یک منیجر تاجیکستان مرا میگه ای اکا بیا این مسابقه رو نکه. حالی چرا؟ ای عریف تو بسا قویست میگه ترا میزنه. بازو یک فایترشان چی میگه؟ برادر ما میفهمم، برا تا مسابقه بودی تا مرا میکشی. باقیت اوجا هم مرا رویه میدادن، هم یکش میخیست رویه مرا ضعیف میکردن. باز من گفتم آدم هست گفت گفتم بیارش خلاص دیگه. باز باقیت دیگه تو میگه که آدم هست بیارش نکنیدن باشم. باقیت رویه من بیا ضعیف شده بود، باز من خودم رویه میدادم. فایت خودت تماشا میکنی گاهی وقت؟ حالا نه اینا خفه نشن، ناراحت نشن. من تصادفاً که سر بخورم میبینم ولی تا آخر نمیبینم. فقط بابا معلوم شد کی برد باز کی باخت. در سوشل میدیا پست کنین در موردش که فلانی قهرمان از افغانستان برد. نه مقدر هم میخواییم من افتخارات همش میبینم، خوش میشم، ولی این کار باید بکنم از این بعد. از این بعد انشالله هر افتخاری که به افغانستان میارن یا واقعا ارزشمند است و آرزو دارم بیشتر هم شود. بخش بله نه خیر است، جوابش برعکس بر ما باید جواب بدین. اگر جوابتون بله باشه نه خیر باید بگین، اگر نه خیر باشه باید بله بگین. بله. درسته؟ خب اولین سوال از شما، از موش میترسین؟ نه خیر باید بگین. خب اگر نه خیر یعنی میترسم بله. یعنی میترسم بله. یعنی همون تو گفتی دیگه. دیگه نه خیر. منو بلد هستم بایی بچه به خاطر. عبدالعظیم بدخشی بهترین فایتر افغانستان است؟ نه خیلی خوب جواب بدیم. نه خیلی؟ سرچپه دیگه گفت خود بودی؟ برعکس جواب بدیم. برعکس؟ یک ساعت روزانه مصروف آرایش کردن می باشین؟ بله. یعنی یک ساعت می از آبازی کردن می ترسین؟ بله. علاقه مند صدای خانم نغمه هستین؟ نخیر. کدامش درست بود؟ کدامش رو میخواستین؟ نه فکر کنم نخیر خوب برو نخیر. خب یعنی بله. دینیس کنکوف مبارز شکست ناپذیر است؟ بله. کامس یک خم ترسیدی برادر کلان تا زیاد ترسیدی هست. یعنی نخواه روزانه 6 ساعت کار در معمولا در مصروف فیسبوک و فیسبوک بازی هستی؟ بله.
تشکر میکنم از اینکه حضور پیدا کردین. چند سوال بسیار جالب و تشکر از جوابات بسیار خوبتان، سپاسگزارتان هستم. جوستان ننوشیده تا من بعد از برنامه، بعد از ختم برنامه بنوشید و تمام کنید. من تمام کردم. بسیار لذت بخش بود، مزه‌دار بود. تشکر میکنم از همکارا و رستوران. آخرین گفتنی های شما رو در برنامه میداشته باشم. خب، ما پیام کلی برای کسایی که دارن کوشش میکنن وضعیت افغانستان به سوی بهبودی ببرن با یک ثبات بهتر، پیام را دارم که جوانای ما که بخش بسیار مهم کشور را تشکیل میتن و قدرت کشور هستن، در مورد صلح و امنیتشان بسیار جدی باشن. دست جمله مباحثی که در اولویت کاریشان قرار داشته باشه اینه توجه بکنن، چون ارتباط مستقیم و سلامت روانی جامعه هم داره و همچنان خانواده ما. فقط همین پیام را برای کسایی که در رأس حکومت هستن داشتم. بسیار خوب. راستی یک سوال داره، آخر سوال هم نیست، میخوایم نظرتان رو بشنوم. با آمدن طالبان در افغانستان اگر قرار باشه بیاین و صلح شوه، شما بازم در ریاست برشنا کار خواهد کردید؟ انشاءالله. با اینمی تیپ و با اینمی شیپ و با اینمی ستایل؟ البته که ما با می ارزش های اسلامی پابند بودیم و قانون افغانستان هم الهام گرفته شده از همین ارزش ها بوده. اگر با می تیپ، با می رفتار قبول ما دارن، یالا کار میکنیم. در غیر صورت ما اونا را حضورشان را نخواد پذیرفتیم. خب بیاین فرض کنید که اونا قبول نکردن و آمدن، چی میکنین؟ یکی از کارهای دیگر که کار خانه انتخاب کنین؟ فتوا مثلا صادر میکنم که جاروب کردن و ظرف شستن دیگه بارخ بلد هستیم. بله الحمدلله. کار بد نیست دیگه، میتونی شما مسئول کار رو همزمان ما پیش میبریم از دفتر که فارغ شده میایم سراغ کارهای که خانه بعد شمید بوده دیگه. بسیار خوب، تشکر. تشکر کریم عزیز از اینکه در برنامه حضور پیدا کردی. انشاءالله این برنامه برنامه باشه که فالورس اینستاگرام تا 12000 به 120000 برسانه و تعداد زیاد دوستا بیای خود تا فالو کنن و از ورزشت، از کارهایت، از عکسهایت لذت برن. تشکر، سلامت باشی. ما هم جادا تشکر کنم از برنامه زیبای شما. انشاءالله که اماتان عزیز لذت برده باشه و جادا تشکر کنم از صدای عزیزم صدا عبدالواسی قیومی، صدا وحید رسولی، برادرم عبدالعظیم بدخشی. واقعیت سرم زیاد زحمت کشن و از منیجرم که استاد وحید امیری منیجر ما و برادرم است که واقعا در زمینه مسابقه ما زیاد همکاری کردن و ما دیگه خدا ثابت تانستم که خدا به مردم خود ثابت بسازم. تشکر، بخیر بشین. تشکر میکنم از شما و تندارایم که دایده ما را همکاری و همراهی کردین. یک تشکری خاص از رستورانت و هتل گلدن استار میکنم به خاطر فراهم کردن مکان و تمام امکانات. خیلی لطف میکنن تمام همکارایی که در رستوران همکاری دارن. تا برنامه بعد تو بازم حضور شما میایم. همتون به خداوند میسپارم. شب و روز خوش داشته باشین.